سه نفر از اعضای یک گروه راک ایرانی به نام یلو داگز یا سگ‌های زرد در محله بروکلین نیویورک کشته شدند. آرش فرازمند درامر و سروش فرازمند نوازنده گیتار و همینطور علی اسکندریان سوز و گروه یلو داگز در اولین ساعت بامداد دوشنبه با تیراندازی فردی در آپارتمانشان کشته شدند. گزارش شده که قاتل پس از تیراندازی خودکشی کرده. گروه یلو داگز 7 سال پیش در تهران تشکیل شد و با فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد ساخته بهمن قبادی به شهرت رسید. بذارید اول قسمت هایی از این فیلم رو با هم ببینیم. صحنه‌هایی از فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد رو دیدید با حضور اعضای گروه یلو داگز. بهمن کلباسی به محل وقوع این حادثه در بروکلین نیویورک رفته. بهمن برامون بگو اونجا چه خبره الان؟ نگین، همینطور که می‌بینی هم نیروهای پلیس اینجا حضور دارن، هم تعدادی کارگاه‌هایی که لباس شخصی هستن در داخل ساختمان که اجازه نمیدن دوربین‌ها بهش نزدیک بشه، هنوز دارن تحقیقاتشون رو ادامه میدن. خبر وقتی که حدود ساعت اولیه بامداد منتشر شد طبیعتاً بسیاری رو شوک بهزده کرد. تعداد زیادی از ایرانیان به خصوص نسل جوان این گروه از نزدیک میشناسن، هم در نیویورک که محل زندگی اونها بوده در چند سال گذشته، تعداد زیادی هم کنسرت داشتن، هم در ایران که کارشون از اونجا آغاز کرده بودن. خود من یک گفتگوی مفصل 45 دقیقه‌ای کردم با این گروه حدود 1.5 سال پیش، ولی همونطور که در مقدمه آمد میدونیم که زارب یکی از کسانی بوده که در یک گروه موسیقی جداگانه، یک گروه راک دیگه به نام فریکیز فعالیت میکرده، از اون گروه اخراج شده بوده و بعد به این محل زندگی این سه نفر میاد و شروع به تیراندازی میکنه. دو برادر رو اول میکشه، آرش و سروش، و بعد هم علی اسکندریان رو نهایتاً به روی سقف میره و خودکشی میکنه. اطلاعات مفصلی وجود داره در مورد اینکه ممکنه چه رابطه بین اینها ممکنه وجود داشته باشه، چه چیزی ممکنه باعث این جنایت شده باشه، ولی پیش از اون این خبر رسانه های نیویورک رو بهش بسیار توجه کردن به خاطر اینکه رسانه های با این گروه قبلا مصاحبه های مختلفی کرده بودن، باعث شد که رئیس پلیس شهر هم، رئیس پلیس نیویورک، بهش واکنش نشون بده. من ازش در مورد جزئیات پرسیدم و اینطور جواب داد. A little after midnight last night, an individual enters a building. کمی بعد از نیمه شب دوشنبه فردی وارد ساختمان سه طبقه شماره 318 خیابان میجر در محله بروکلین میشه. اون یک مسلسل همراه داشته، یک مسلسل با کالیبر 308. او با شلیک به پنجره یکی از افراد رو میکشه، بعد به طبقات دوم و سوم میره و دو نفر دیگر رو میکشه و یک نفر رو هم زخمی میکنه. فرد مسلح بعد به پشت بام میره و خودش رو اونجا میکشه. سه نفر به قتل رسیدن، یک نفر زخمی شده و حمله کننده خودش رو کشته. تا اونجایی که ما میدونیم دعوا بر سر پول در یک گروه راک بوده، یکی از دو گروه فریکیز یا یلو داگز. به نظر میاد که اعضای این گروه ها در اون ساختمون زندگی میکردن. بهمن، توضیحات پلیس رو شنیدیم که تو باهاشون صحبت کرده بودی. در مورد انگیزه یا چیز بیشتری میدونیم که واقعا چرا این اتفاق افتاده؟ یکی از مشکلات این جنایت های وقتی که ضارب خودش رو میکشه این است که خیلی وقت مشکل میشه برای اینکه بتونن این پازل رو کنار هم بذارن، ولی طبیعتاً صحبت های زیادی در عرض چند ساعت گذشته در مورد علی اکبر رفیعی
که مظنون هست اینجا شده، امرونی که انگیزش ممکنه چه بوده. من با یکی از خانومهایی که دوست سابق او بوده صحبت کردم و خواهرش گفتن که در وقتی که ایران بوده از واژه بچه خیلی مظلومی بود استفاده کرد، ولی یک سال پیش اومده بودن برای دیدارش اینجا در نیویورک، میگفتن 180 درجه تغییر کرده بوده، بسیار عصبانی بوده و در یک شب ساعت 2:30 این خانم رو بیدار میکنه و میگه از خونه من برو مگرنه میکشمت. و یه همچین رفتارهایی باعث شده که تعدادی از زیادی از دوستانش هشدار بدن نسبت به اینکه ممکنه حالش خیلی خوب نباشه. دقیقاً مشخص نیست که برخلاف حرفی که رئیس پلیس زد، کسانی که در این گروه فعال بودن همینجور مدیریتش به من گفتن که نه هیچ رابطه‌ای که باعث بشه که یه همچین کاری بکنه از جمله رابطه مالی مطرح نبوده. صحبت از این بود که این دو گروه حدود یک سال پیش روابطشون به هم خورده بوده ولی مسئله مالی بینشون نبوده. به هر تقدیر اون چیزی که اتفاق افتاده منجر به مرگ این سن جوان و بعد هم ضارب شده و سوالای زیادی هنوز باقی است در مورد اینکه چرا اتفاق افتاده. صفحه فیسبوک این جوان آقای رفیعی هم دیدم که چندین نفر رفتن اونجا و بهت و ناباوریشون رو ابراز کرده بودن. همه بسیاری که این گروه از نزدیک میشناختن در تعجب هستن و منتظرن شاید بشه سوالات بیشتری رو جواب داد وقتی با اطرافیان ضارب بشه بیشتر صحبت کرد در ساعت‌های آینده. سپاسگزارم بهمن کلباسی از نیویورک، از محل وقوع این حادثه دلخراش با ما.